10 روز از آغاز اعتراض‌ها در ایران گذشت، اعتراض‌هایی که دامن اقتصاد و سیاست را به آتش کشید. در 60 دقیقه می‌پرسیم پیام ناآرامی‌ها برای حکومت چیست؟ از دو میهمان برنامه می‌پرسیم چرا فاصله اعتراض‌های خونین در سال‌های اخیر کمتر شده؟ آیا در وضعیت فرودستان ایران گشایشی حاصل می‌شود؟ شمار کشته‌ها در میان سکوت مقام‌های ایرانی نامعلوم. نگرانی از سرنوشت هزاران بازداشتی رو به افزایش است. همچنین در برنامه امشب بازگشایی قطر چکانی فضای مجازی از سوی شورای امنیت ایران. وزیر ارتباطات می‌گوید که کلید قفل اینترنت موبایل در دست وزیر کشور است. از زبان مدیر رسانه‌ای یکی از پرکاربردترین ابزارهای دور زدن فیلترینگ می‌شنویم که در این 10 روز در ایران چه اتفاقی افتاده. و بازی نوید نگهبان در سریالی درباره برنامه اتمی ایران، بازیگر ایرانی آمریکایی از فعالیت‌هایش می‌گوید. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. حاکمیت در ایران میگوید که دامنه اعتراض‌های خیابانی را جمع کرده. مقام‌های سپاه در مورد کشته شدگان اعتراض‌های خونین اخیر سخن گفتند ولی به شمار آنها اشاره‌ای نکردند. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته که در جریان اعتراض‌ها تیرها از نزدیک شلیک شده بود، بنابراین کار کسانی از میان معترضان بوده. او البته گفته است که نارامی‌ها با تحریک آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها و عربستانی‌ها بالا گرفت و حکومت 48 ساعته آن را جمع کرد. هرچه زمان می‌گذرد تصویرهای تازه‌تری از خون و خشونت منتشر می‌شوند. نشانه هم نیست که حاکمیت از تصمیم خود عقب بنشیند. اقتصاد یارانه‌ای و سهمیه‌ای گرهی از کار حکومت باز می‌کند. اگر حکومت در روش خود تجدید نظر نکند چه خواهد شد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. تصاویری از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اصفهان در روزهای گذشته. این تصویر امروز به دست BBC فارسی رسیده. نیروهای انتظامی و لباس شخصی معترضان را عقب می‌رانند. معترضان اما همچنان شعار می‌دهند. سرنوشت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران همچنان نامعلوم است. علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفته خانواده‌ها برای اطلاع گرفتن از وضعیت بازداشت شدگان باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. او گفته درباره افراد آزاد شده در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ آمار دقیقی درباره تعداد بازداشت شده‌ها در دست نیست. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعتراض‌های چند روز گذشته در ایران را توطئه بزرگ خوانده و گفته در 48 ساعت جمع شده و دنیا نمی‌تواند تصور کند که چطور در این مدت کوتاه جمع شد. در این اعتراض‌ها خیلی از مردم در حالی که فاصله 1 متری و 1.5 متری از پشت به آنها شلیک شده کشته شدند و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده. اشرار با کلت‌های خفیف از پشت مردم را می‌کشتند و این قطعاً برای مردم تشریح خواهد شد. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم گفته ممکن است در اعتراض‌های اخیر کسی به صورت عبوری لطمه‌ای خورده باشد که این اتفاق به گفته او در جنگ‌های شهری طبیعی است. جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل هم کشورهای عربی را در اعتراض‌های اخیر مقصر دانست و گفت سه پایگاه آلبانی، عربستان و سلطنت طلبان نقش مستقیم در هدایت اعتراض‌ها داشتند. اگر از قبل فضای مجازی ساماندهی شده بود، نیاز به محدودیت اینترنت نبود و اگر شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، با قطع اینترنت جهانی این همه مشکل برای بخش خصوصی و مردم ایجاد نشده بود. استاندار کرمانشاه هم معترضان را وابسته به گروه‌های پژاک، داعش و مجاهدین خلق دانسته و گفته همه آنها شناسایی شدند. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل ناامنی، اجیر شده، شرور، دشمن خارجی و تحت سلطه آمریکا و اسرائیل خواندند. همزمان احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران از طرح استیضاح وزیر کشور خبر داده و گفته عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و به جای پیشبینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از معترضان و زندانی شدن و مجروح شدن آنهاست. فراکسیون امید مجلس ایران هم نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و اعلام کرده که باید در برخورد با
اعتراضها تدبیر بیشتری صورت می گرفت. تعدادی از نمایندگان مجلس هم از نامه رئیس قوه قضاییه به حسن روحانی خبر داده و گفتند که ابراهیم رئیسی در این نامه گفته بود با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بدون رضایت مردم مخالف است. آقای رئیسی که یکی از سه تصمیم گیرنده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره افزایش قیمت بنزین بود، پیش از این هم از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرده و گفته بود افزایش قیمت بنزین باید به تدریج و طی 5 سال انجام می گرفت. از زمان آغاز اعتراض‌ها اینترنت در ایران قطع شده. با اینکه از دیروز اینترنت خانگی در شهرهای مختلف وصل شد، اینترنت اپراتورهای موبایل در ایران همچنان قطع است. فرین عاصمی، بی بی سی. دو مهمان داریم در این برنامه. امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه سیاسی از پاریس با ما هستن. آقای کیانپور معتقدند مطالبات انباشته شده معترضان در سال‌های اخیر پاسخ داده نشده و در فقدان این فضا خشونت واکنش طبیعی معترضان است و دولت هم مسئولان. و کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن از ماساچوست با ما هستند. آقای دادخواه زمانی در ایران رئیس دفتر برنامه سنجی سازمان برنامه و بودجه هم بودند و معتقدند قیمت بنزین باید از طریق بازار تعیین شه، به شرطی که اول شرایط اون فراهم شده باشه. من گفتگو رو اول با آقای دادخواه شروع میکنم، سوال اولم رو از ایشون میپرسم، نقطه نظرهای ایشون رو خواهیم شنید، بعد سراغ آقای کیانپور هم خواهیم رفت و در آخر از هر دوی آقایون یک نکته پایانی خواهیم گرفت. آقای دادخواه، اعتراض ها کم و بیش فروکش کرده، از جهتی حاکمیت اعلام پیروزی میکنه، تحلیل شما از وضعیت چیه؟ ملاحظه بفرمایید، اقتصاد ایران اقتصاد ورشکسته است. اقتصاد ایران از دنیا، رابطش با دنیا قطع شده و علاوه بر اون یک عده حاسد، کسانی که فقط به فکر جیب خودشون هستن، برای این اقتصاد تسلط پیدا کردن، سرمایه گذاری درست انجام نمیشه و دولت با دو کشور به خصوص یکی از اون کشورها یعنی روسیه جز دشمنی، جز زیان برای ایران هیچی نداشته و نزدیک شدن. در یک همچین فضایی اومدن و درست کردن قضیه یارانه یک عمل نادرستی، همونطوری که شما فرمودید، این بایستی که در یک زمانی که اقتصاد وضع درستی داره و به تدریج این کار انجام بشه. یارانه دادن به بنزین به این ترتیبی که در ایران هست کار درستی نیست، برای اینکه هم مصرف بنزین زیاد میشه، هم آلودگی هوا بیشتر میشه و همینطور که قاچاق میشه به کشورهای دیگه. برای این کار باید درست بشه، ولی این درست مثل این میمونه که یک کسی بیماریش این باشه که قلبش از کار میفته، مغزش دچار سرطان شده، نمیدونم دست پا شکسته، حالا ما بیایم فکر بکنیم که بله خب حالا این دندون ایشون رو باید تمیز بکنیم و مثلا اون دندون پر کنیم. در درجه اول باید اقتصاد ایران اقتصاد آزاد بشه، آزادی تصمیم و آزادی بیان مطرح بشه. این که مقدار زیادی از کارخانه ها، شرکت ها همه نمیدونم مال بیت اینه، مال بیت حسن، مال بیت حسین، مال بیت قوساقلم حسینه، این داستان نمیتونه ادامه پیدا بشه. بسیاری از این بیت ها و نهادها مالیات پرداخت نمی کنن. در یک همچین شرایطی اون وقت اومدن و یارانه رو قطع کردن. خب در چه شرایطی آقای دادخواه، وقتی که اقتصاد تحت تحریمه، وقتی که مشکلات عدیده‌ای در داخل کشور هست، کی چنین زمینه‌ای فراهم میشه؟ آیا در شرایط فعلی با توجه به وضعیت فعلی تصمیم درستی نیست که یارانه بدند؟ نه، یارانه دادن به این ترتیب در هر حالتی اشتباهه، ولی داشتن این یارانه رو پرداخت میکردن، به یه مرتبه قطع کردن، یعنی بنزین رو به یه مرتبه قیمتش رو سه برابر کردن. این مسئله ایجاد میکنه. ملاحظه بفرمایید، اون چی که همونطور که فرمودین ایران دچار تحریمه. چرا دچار تحریمه؟ مگر یک خائن نرفتن در سفارت آمریکا گروگانگیری کردن؟ اینها جریانش چیه؟ چرا این کار کردن؟ چرا رابطه با آمریکا درست انجام نمیشه؟ و این ماجرایی که میخوایم یه بمب اتمی داشته باشیم و میخوایم اینجا چیز بکنیم، و این که مقدار زیادی پول ایرانی ها رو بردارن ببرن در فلسطین، در لیبی، این بر اون بر خرج بکنن، اینها بایستی درست بشه.
یاران ارزیابی شما اینه که مشکل در اصل مشکلی است در سیاست خارجی ایران و تبعات اون گریبان اقتصاد رو در داخل گرفته. این یه مسئله، تصمیماتی هم که در داخل گرفته شده اشتباهه. یعنی از روز اول که آمدن یک حرفای عجیب و غریبی زدن. متاسفانه حتی اگر خاطرتون باشه اومدن گفتن که در علی شریعتی چاهانی درست کرده بود که اقتصاد اسلامی اقتصاد سوسیالیستیه. شما بد نیستش که فقه اسلامی رو بخونید. در اسلام بردهداری آزاد بوده، چطور اقتصادش سوسیالیستی شده بوده و یه مرتبه دولت بایستی بیاد همه کارها رو چیز بکنه. و به علاوه این حالت دیکتاتوری که یک نفر میشینه هر تصمیم میخواد بگیره، خب این مسائل رو ایجاد میکنه. ببینید خانه از پایبه است ویران است. اینی که بخوایم حالا یه خورده این طرف شیشه شو درست بکنیم، یه خورده اون دیوار رو رنگ بزنیم، کارها رو درست نمیکنه. بایستی رابطه با دنیا برقرار بشه، درست باشه، اقتصاد آزاد بشه. خب آقای دادخواه، فعلا شرایط بین المللی به گونه است که بعید گشایشی در رابطه ایران آمریکا ایجاد بشه، بعید تغییری در سیاست خارجی ایران ببینیم. برای اون کسی که در ایران نشسته و مشکل معیشتی داره، از نظر شما هیچ روزنه امیدی نیست؟ فکر نمی کنید که راهی وجود داشته باشه که فشارها بر روی اون کمتر بشه؟ راهش این است که مثلا اقتصاد رو آزاد بکنن که حداقل بشه با سرمایه گذاری و غیره انجام بشه. ولی این تحریم ها به این صورتی که هست مشکل ایجاد خواهد کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، برای اینکه سرمایه گذاری بشه، برای اینکه کار ایجاد بشه و افراد کم درآمد بتونن کار داشته باشن، این محتاج وارد کردن ماشینالات، محتاج سرمایه گذاری است. و با توجه به این تحریم ها این کار به سادگی انجام نمیشه، برای اینکه بسیاری کشورهایی که ماشینالات درجه یک دارن به ایران نخواهند فروخت. و از طرف دیگه کشورهای دیگه مثل روسیه وقتی آتش‌خالاشون رو میفروشن یک همچین کار میکنن. من حتی یادم میاد که در زمانهای گذشته، حتی زمانی که ایران زمان شاه بود، وقتی که صادراتی میشد به روسیه، اونا میگفتن که شما بسیار خوب، این پایاپای این مقدار رو از شما گرفتیم، در مقابل بایستی بیاین این کالاها رو به این قیمتایی که ما میگیم بخرید. بنابراین این تا روزی که این مشکلات وجود داره، تا روزی که این تحریم ها وجود داره، مسئله ادامه خواهد داشت و کاری نمیشه انجام داد. آقای دادخواه، در نهایت شما از طرفی خواهان آزاد شدن قیمت ها هستید، میگید که یارانه دادن به مثلا بنزین کار درستی نیست، از طرفی میگید که در شرایط فعلی هم نمیشه کاری غیر از این کرد. منظورتون این هست که بنبستی است که این بنبست با تغییرات اساسی و ساختاری در حاکمیت فقط قابل شکستنه؟ بله، اگر که این وضعیت درست نشه. ملاحظه بفرمایید کشورهایی که پیشرفته هستند، کشورهایی که دارن در رفاه زندگی میکنن، کدوم کشور هستن؟ خیلی خوب، کشورهایی هستن که چیزی غیر از تغییر رژیمه. اگه بخوایم بی‌پرده تر صحبت کنیم، تغییر ساختار رژیمه، تغییر ماهیت رژیمه. من نمیگم که این رژیم برکنار بشه، اتفاقی بیفته، من کاری نیستم، من سالها هم هستش که در ایران نبودم. ولی بحث بر سر این است که ساختار این رژیم، اگر میخواد همین رژیم باشه یا ساختار هر رژیمی که جانشین اون میشه، بایستی روی حساب و کتاب باشه. آقای دادخواه، بازم به شما برمیگردیم. امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه سیاسی هم از پاریس با ما هستن. همونطور که اشاره کردم، آقای کیانپور میگن که واکنش طبیعی معترضان به شرایطی که در ایران هست آن همین بوده که ما دیدیم. آقای کیانپور، اعتراض ها کم بیش فروکش کرده، حاکمیت میگه که تونسته اون رو مهار بکنه، به نظر هم نمیاد که از خواسته خودش عقب نشینی کرده باشه در برابر معترضان. تحلیل شما از وضعیت چیه؟ ببینید، به هر حال خب این که من میگم این واکنش طبیعی نه، در بستر تاریخی اجتماعی در واقع اعتراضات میگه. ما 2 سال قبل در واقع اعتراضات دیماه 96 رو داشتیم، در حد فاصل اون مجموعه ای از اعتراضات کارگری رو داشتیم، معلم ها رو داشتیم، پرستارا رو داشتیم و در واقع یک روند ثابتی وجود داشته که خب بهش هیچ، به این مطالبات مردم که مطالبات معیشتی و اقتصادی هستند، پاسخی داده نشده. مردم هم در واقع
در فرصت‌هایی که امکان و فضای اعتراض بهشون داده شده، یعنی حداقلی که صداشون شنیده شده، مشخص چی میخوان. مردم مخالف خصوصی سازی هستن، چون خصوصی سازی از هفت تپه تا هپکو هزاران کارگر رو بیکار کرده. مردم مخالف شوک ارزی هستن، مردم مخالف آزاد شدن قیمت ها هستن. به این معنی مهمان شما من در چنین شرایطی فکر میکنید که اقتصاد یارانه ای، اقتصاد سهمیه ای گره‌گشا باشه؟ ببینید مسئله سر اینه که این حرفایی که در مورد آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی سرمایه گذاری اینها رو زده میشه، همین حرفایی که مهمان محترم برنامه شما زدن، 40 سال پیش در شیلی زدن، امروز شما ببینید میلیون ها نفر اومدن خیابون به خاطر اینکه نتیجه منطقی این برنامه ها نابرابری اجتماعی بوده. شیلی امروز که در واقع آزادسازی قیمت ها درش اتفاق افتاده و اینها در لحاظ نابرابری اجتماعی توی منطقه آمریکای لاتین با برزیل در رتبه نخست قرار داره. این که در واقع بالاخره باید آزاد بشه، این ببینید مثل اینه که این حرف مثل اینه که بگیم آقا سر مردم رو با کارد نبریم ولی با پنبه ببریم. نتیجه که در واقع اینجور برنامه ها، اینجور آزادسازی قیمت، اینجور حرکت به سمت اقتصاد بازار چیزی جز فقیر شدن مردم نبوده، موقتی شدن قرارداد کار نبوده، خصوصی شدن آموزش بیمه نبوده. هممون کم و بیش در مورد شرایط امروز ایران میدونیم، اعتراض ها رو هم دیدیم. انتظار میره که در چنین شرایطی وضعیت فرودستان ایران بهتر بشه، اون کسی که با مشکل بیکاری دست پنجه نرم میکنه، مشکلات معیشتی داره، خرج و دخلش با هم دیگه نمیخونه، او فکر بکنه که دست کم در میان مدت روزنه امیدی هست؟ ببینید مسئله اینه که به هر حال وضعیت به حدی از بحران رسیده. خب جمهوری اسلامی کشور بحران زده و بحرانزایی از شرط بحرانی استفاده میکنه برای برنامه، برای پیشورد برنامه های کلان اقتصادیش که از قضا برنامه های نئولیبرالی هستند، برای اینکه در وضعیت در شرایطی که مردم گیج و آشفتن در بحران از این استفاده میکنه تا یک قدم بیشتر بذاره، یک قدم در برداشتن یارانه ها و آزادسازی اقتصادی بیشتر بره. خب در برابر این، اینکه فرودستان طبقات فروده است در واقع نسبت به این وضعیت یک آگاهی نسبی پیدا کردن و اومدن در واقع در صحنه خط صف اول مبارزه، خب چیز بی سابقه ایه. اینکه چه اتفاقی میفته، به هر حال مثل هر مبارزه اجتماعی دیگه ای منوط به موازنه قواست، منوط به عوامل بیرونی هست، ولی در این حال در همین حدش به هر حال یک دستاوردهایی وجود داشته. اینکه به هر حال مشخص شده که بعد از سالها بحث درباره جامعه مدنی، حقوق شهروندی، دموکراسی در ایران، خیلی امروز متوجه شدن که این مفاهیم پوخالی هن اگر بازنمای تضادهای طبقاتی در جامعه نباشند، اگر حق برابری سوری در برابر قانون که هر شهروند فارغ از اینکه ثروتمند سری بخواد اینکه وضعیت مردم معیشتشون بهتر بشه، آقای دادخواه معتقد بودن که باید تغییراتی اساسی صورت بگیره، بسیار رادیکال، اگرچه نه کاملا تغییر رژیم. شما فکر میکنید که باید چه کاری صورت بگیره، در چه حد؟ ببینید آقای دادخواه مهمان محترم یه نصف در واقع معادله رو میگن. ایشون میگن جامعه دولت دچار بحران تحریمه و خودش هم در واقع این شرایط رو ایجاد کرده، نمیگن در این حال داره در واقع همون برنامه رو که ایشون طرفدارش هست پیاده میکنه. ایشون میگن ارتباط جامعه در ارتباط ایران با دنیا قطع، در این حال نمیگن که ایران از زمان هاشمی رفسنجانی تا امروز مو به مو در واقع دستور توسعه جهتگیری کلی در واقع و که توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول رو
اجرا کرده. ایشون راجع به انحصارات گروه‌ها حرف میزنن ولی نمیگن که آقا در سرمایه‌داری و در واقع نظام جهانی غایب همیشه در واقع یک ترکیبی از رقابت و انحصار بوده. انحصار فقط مربوط به آیت الله خامنه‌ای و دستگاه عظیم اقتصادیش نیست. در زمینه دارویی مسائل نظامی شما هم با انحصارات و در سطح جهانی در فرانسه در آمریکا هم اینا می‌بینید. خب اجازه بدید که آقای دادخواه پاسخ بدن و بعد از اون هم شما اگر نکته‌ای داشتید خیلی کوتاه بیان بکنید. آقای دادخواه حدود یک دقیقه وقت دارید، بفرمایید. متاسفانه همین فرمایشاتی که ایشون کردن رو همه گفتن، این به این ترتیب که اگر که دولت بیاد و برنامه‌ای بریزه و نمیدونم انحصارات و چیز بکنه و این حرفا کارا درست میشه. این همچه چیزی وجود نداره. برگردیم نگاه کنیم ماو ستون چه کرد، ببینیم استالین چه کرد. جز اینکه آدم‌ها رو کشتن و اقتصاد رو نابود کردن، کار دیگه انجام ندادن. تنها راه قضیه اقتصاد آزاده. بحث بر سر این نیستش که یک راه صحیح وجود داره و اون راه صحیح هم یک کسی نشسته میدونه چه کار بکنه، همونی که میخواست آب رو مجانی کنه، برق رو مجانی کنه و غیره و ذلک. و اقتصاد ایران اقتصاد آزاد نیست. بسیاری از دستگاه‌ها تحت اختیار دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت هستند. این فرق داره با انحصاری که مثل قدرت نداره و مالیات بایستی بده. یه مقداری انحصار ممکنه ایجاد بشه، یه مقداری رقابت ممکنه ایجاد بشه، ولی در مجموع کدوم کشورها وضع بهتری دارن؟ آیا چین زمان ماو ستون بوده؟ آیا اقتصاد روسیه زمان استالین بوده که خیلی خوب بوده؟ این کدومه؟ اقتصاد آزاد، همون کسانی که همین حرفا رو میزنن وقتی فلنگ رو میبندن کدوم کشور میرن؟ به آمریکا. حتی قومخیش‌های سرکردگان قوم ایران قومخیش‌هاشون تو آمریکا هستن. اگر که شما بخواید ببینید که دخالت دولت چه میکنه، فقط به ونزوئلا نگاه کنید. خدا به خیر بگذرونه. آقای کیانپور حدود یک دقیقه شما وقت دارید که پاسخ بدید. من جالبه طرفدارای حکومت جمهوری اسلامی از سوری شدن ایران میترسونن مردم رو، مهمان شما دست به دامن اشباح میشه، روح استالین رو احضار میکنه و خب کارش اون هم ترسوندن مردمه که خواستاشون نگن که مخالف خصوصی سازی هستن و مخالف در واقع اون برنامه اقتصادی اون هستن. نمیخواد به گذشته و اشباح در واقع رجوع کنی. چرا از سندر صرف نمیزنید که امروز در واقع با برنامه سوسیالیستی و بیمه همگانی اومده در آمریکا؟ ضرورتش چی بوده؟ شما از چین 50 سال پیش حرف میزنید، راجع به فرانسه امروز حرف بزنید که همین افزایش سوخت باعث شده 55 هفته جلیق زرد ها بیان توی خیابون و اعتراض کنن به دلایلی کاملا مشابه با ایران و ایشون راجع به سپاسگزارم از امیر کیانپور پژوهشگر فلسفه سیاسی از پاریس با ما و همینطور کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن از ماساچوست. این بحث هم بحثی دامنه داره و میتونه ادامه پیدا بکنه حتما در فرصتی دیگر در بی بی سی فارسی. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران به مجلس ایران گفته نقشی در قطع و وصل اینترنت نداشته. آقای آذری جهرومی میگوید وصل مجدد اینترنت منوط به دستور وزیر کشور است. با اینکه اینترنت‌های خانگی در ایران وصل شده، هنوز اینترنت‌های موبایل قطع است. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بر این باورم که دیگه زندگی بدون فضای مجازی و بدون اتصال به شبکه جهانی قابل تصور نیست. اما برخلاف باور وزیر جوان دولت، ایران یک هفته ارتباطش با دنیا قطع شد. خاموشی دیجیتال ایران. عنوان عضوی از حاکمیت عذرخواهی کنم. آقای آذری جهرومی می‌گوید قطع اینترنت برای حفظ آرامش مردم بوده و از این بابت عذرخواهی کرد. اما در شدیدترین شرایط امنیتی در کشورهای دموکراتیک دسترسی مردم به اینترنت محدود نمی شود. مثلا در حملات داعش در خاک اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا هیچ کدام اینترنت را قطع نکردند. محدود کردن دسترسی به اینترنت تنها در ایران اتفاق نیفتاده و در بسیاری از کشورهای عمدتاً غیر دموکراتیک سابقه دارد. برای مثال طی ماه پیش و این ماه در اعتراضات عراق هم اتفاقات مشابهی رخ داد، کشوری که ایران در آن نفوذ سیاسی قابل توجهی دارد. مدیر نتبلاکس که دسترسی مردم به اینترنت را در سطح جهانی بررسی می‌کند، از شباهت‌ها و تفاوت‌های این اتفاق در ایران و عراق به بی بی سی فارسی گفت.
قطع اینترنت در زمان تظاهرات سراسری در عراق اتفاق افتاد. از بغداد شروع شد و بعد به بیشتر شهرهای جنوب عراق کشید. این یعنی عموم مردم به اینترنت وصل نبودن و چندین روز تماس باهاشون ممکن نبود. در عراق قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشت که 50 روز طول کشید و در واقع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به تازگی برگشته همین چند روز پیش. شما یه شباهت‌های اینجا می‌بینید، اما ارتباط تکنیکی مستقیم بین ایران و عراق وجود نداره. با این وجود همزمانی این اتفاقا خیلی جالبه. آقای آذری جهرمی در شرایط خاموشی اینترنت، اینکه مردم با استفاده از اینترنت داخلی به تاکسی و برخی خدمات دسترسی داشتن را مایه مباهات می‌داند. ما تو وزارت ارتباطات برای حراست از منافع مردم در این شرایط خطیر اقدامات زیادی را انجام دادیم. اول برای گردش آزاد اطلاعات و جلوگیری از اختلال در فعالیت خبرنگارا، برای جمعی از زیادی از اونا دسترسی به اینترنت رو فراهم کردیم. تا اونجا که تونستیم دفاتر خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت های خبری رو به اینترنت متصل کردیم. آقای تاکر میگوید با شروع اعتراضات ایران دسترسی به اینترنت را به صورت تدریجی قطع کرد و نه ناگهانی. اولش در جمعه شب شاهد اختلال در مناطقی بودیم، در مراکز تظاهرات، و این در داده های ما نشون داده می شد. تا اینجا فقط کمتر از سطح ملی بود و بعد دیدیم به سطح کشوری رسید، طوری که تا صبح مردم متوجه شدند. اما ناگهان اینترنت موبایل ها هم قطع شد، اما هنوز راه ارتباطی به خارج از کشور وجود داشت و اطلاعات وارد و خارج می شد. اما بعد می بینیم اینترنت ایران به سمت خاموش مطلق میره. سه سال پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای دسترسی به اینترنت را جزو حقوق بشر اعلام کرد. اما سرکوب دیجیتال هنوز ادامه دارد و معمولاً سه نوع است: سانسور، ایجاد اینترنت ملی یا اینترانت و به خدمت گرفتن ارتش سایبری. برخی دولت‌ها دسترسی مردم به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کنند. مثلا در ایران و روسیه تلگرام فیلتر است. در چین موتور جستجوی گوگل مسدود است و مردم از مدل بومی آن استفاده می کنند که حتی وقتی می خواهید برخی کلمات را جستجو کنید آن را پاک می کند. مثلا سانسور کلمه وینی ده پو که یک شخصیت کارتونی است. چرا؟ چون خیلی ها در چین فکر می کنند که شبیه شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور است. نوع دوم سرکوب توسل به اینترنت ملی و قطع ارتباط آن با جهان است. اینترنت ملی ابداع ایران نیست. روسیه به آن اینترنت مستقل می گوید. چند ماه پیش لایحه اجرایی کردن این طرح در این کشور با اعتراضات گسترده روبرو شد. نوع سوم سرکوب توسط ارتش سایبری صورت می‌گیرد که شامل حمله به مخالفان از جمله خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و حتی شهروندان می‌شود. ارتش‌های سایبری همچنین مسئول تولید پروپاگاندا یا تبلیغات حکومتی و گسترش آن هستند. در دنیای مدرن سرکوب دیجیتالی و دنیای مجازی هم به ابزارهای حکومت‌ها برای سرکوب اعتراض‌ها اضافه شده. پرهام قبادی، BBC. علی تهرانی مدیر رسانه‌ای شرکت سایفون از واشنگتن دی سی با ما. سایفون از جمله شرکت‌هایی که ابزار دور زدن فیلترینگ به کاربران ارائه میده. آقای تهرانی، اول می‌خواستم از شما بپرسم که در مدتی که تمام اینترنت مسدود بود شما چی کار می‌کردید؟ آیا مراجعه‌ای به شما بود؟ می‌تونستید کاری بکنید؟ بله، خب همونجوری که مستحضر هستید، ابزارهای فیلتر شکن ها و هر ابزاری که در واقع برای زور زدن سانسور ازش استفاده میشه نیاز به اینترنت داره. اما همونجوری که مستحضر هستید، اینترنت ایران هیچ وقت 100% خاموش نبود. معمولا بین 5 تا 10% ترافیک داشتیم و در این مدت بله سایفون هم کار میکرد. برای کسایی که دسترسی به اینترنت داشتند سایفون ابزاری بود که استفاده میشد و ما گزارش های زیادی در سوشال میدیا داشتیم، در رسانه‌های اجتماعی داشتیم که سایفون به خوبی کار میکنه. ولی خب دسترسی 90% دیگه محدود شده بود. میشه گفت که دولت ایران کار رو به جایی رسوند که کمپانی هایی مثل شما و ابزارهایی که شما طراحی میکنید کارهای خودش رو از دست داد؟ بله، به طور دقیق میشه گفت که با توجه به اعتراضات گذشته، مخصوصا دی ماه 2 سال پیش، استفاده از سایفون در اون روزها به شدت افزایش پیدا کرد و به بیش از 12 میلیون نفر در ایران ما سرویس میدادیم. این کاملا واضح بود برای جمهوری
میدونستن که بدون قطع کامل اینترنت جدا کردن مردم از اینترنت جهانی غیر ممکن هستش و به همین دلیل هم برنامه بلند مدت و هم برنامه کوتاه مدت داشتن برای اینکه اینترنت رو به صورت کامل خاموش بکنن. این اتفاق افتاد و ما از دو روز پیش تقریبا افزایش قطره چکانی همونجوری که شما اشاره کردین به کاربران اینترنت و کاربران سلفون داریم. این روزها در مورد اینترنت ملی خیلی حرف زده میشه که اگر دسترسی به اینترنت جهانی رو محدود بکنند، قطع بکنند، اینترنت ملی ارائه خدمات بکنه. آیا در اینترنت ملی زمینه استفاده از خدمات شما هست؟ خدمات ما وقتی کار میکنید که یک راهی به بیرون ایران وجود داشته باشه و با توجه به انحصار ورود اینترنت، یعنی مبادی ورود و خروج اینترنت به اتصال اینترنت ایران به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه انحصارش در دست دولت هست، همیشه احتمال خاموشی کامل اینترنت ایران داده میشد. اما همونجور که مستثر هستین، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده بود تا همین هفته گذشته. خدماتی مانند سایفون یا هر فیلتر شکن دیگری نیاز دارن که راهی برای خروج به دنیای آزاد داشته باشند و بعد با استفاده از ابزارهایی که دارن سانسور اینترنت رو دور بزنن. اگر اینترنت به صورت کامل خاموش بشه و ارتباط با اینترنت جهانی به صورت کامل قطع بشه، این امکان وجود نداره. گفته میشه که دولت‌های اروپایی، دولت آمریکا، اینا تلاش می‌کنند وسائلی رو به ایران برسونن یا امکاناتی رو فراهم بکنن که در شرایطی مثل یک هفته ده روز گذشته دست کم عده‌ای از مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این زمینه چقدر میشه گفت که چنین ایده‌ای چقدر عملی هست؟ بعد شرکت‌های مثل شما چه کاری میتونید در این زمینه بکنید؟ شرکت‌های نظیر سایفون که در واقع به صورت فیلتر شکن عرضه می‌کنن، نیاز به حضور اینترنت دارن برای اینکه فعالیت بکنن. در اینکه دولت درباره اینکه دولت آمریکا چه تلاش‌های دیگری فارغ از حمایتش از اینترنت یا اینکه توییت بکنه یا چیزای شبیه این بکنه در جریان نیستم، اما برنامه‌هایی میشه در دراز مدت فکر کرد که در حال حاضر به لحاظ تکنولوژیکلی ما در اون مرحله نیستیم. فقط اگر اجازه داشته باشم این نکته رو اضافه بکنم که به دلیل اینکه شما اشاره کردید در فضای خاموشی کامل اینترنت، بسیاری از کاربران این سوالو داشتن که ما چجوری میتونیم به اینترنت وصل بشیم. این به نظرم فضای مناسبی رو ایجاد کرد که مردم به امید اتصال به اینترنت آزاد ابزارهایی رو روی موبایلشون یا روی کامپیوترشون نصب بکنن یا از روش‌های استفاده بکنن که میتونست امنیتشون رو و میتونه امنیتشون رو به خطر بندازه. من می‌خواستم این رو حتما خیلی روشن بگم که در شرایط خاموشی کامل فیلتر شکن‌ها هم قادر به ارائه سرویس و اتصال مردم به اینترنت آزاد نیستن. بنابراین مردم حواسشون باشه که اگر از ابزارهای استفاده می‌کنند نسبت به امنیت اونها هوشیار باشن. ممنونم از علی تهرانی، مدیر رسانه‌ای شرکت سایفون از واشنگتن دی سی با ما. باید اضافه بکنم که از امروز صدای برنامه 60 دقیقه هر شب از ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران همزمان با پخش تلویزیونی بر روی موج کوتاه رادیوی 49 متر فرکانس 9510 کیلوهرتز هم پخش میشه. اما غیر از گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، هنوز هیچ آماری از کشته شدگان و بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر ایران در دست نیست. به گفته این سازمان‌ها احتمالاً حدود 5000 نفر هم بازداشت شدند. با توجه به سابقه کشته شدن افراد در زندان‌های جمهوری اسلامی، خیلی از ناظران نگران این بازداشت شدگان هستند. گفتگوی خواهیم داشت درباره اینکه خانواده‌های آنها چه می‌توانند بکنند، ولی قبل از آن گزارشی ببینیم از هادی نیلی درباره سابقه ماجرا. با سرکوب و فروکش کردن اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های حکومت همچنان درباره تعداد کشته شدگان و تعداد بازداشتی‌ها توضیحی نمی‌دهند. عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 115 نفر کشته شدند.
گمان می رود آمار خیلی بیش از این باشد. درباره تعداد بازداشتی ها هم برآورد می شود دست کم حدود 5000 نفر الان در ارتباط با اعتراض ها و درگیری های این یک هفته در بازداشت باشند. سفارش می کنیم که زودتر وضعیت شما سرنوشت شما روشن بشه. دادستان کل در بازدید از زندان فشافویه گفته که بازداشتی ها از وضعیت زندان راضی بودند. یا شماها بودید یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن یا افرادی بودن پشت پرده کارو میکردن. علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها گفته که این سازمان فقط مسئول نگهداری افرادی است که رسما بازداشت شدند و از خانواده ها خواسته برای کسب اطلاع از بازداشت شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند. اما بازداشت های گسترده اخیر فقط محدود به نهادهای رسمی نبوده و در موارد مشابه قبلی خیلی از بازداشتی ها رسما تحویل زندان های ایران نشده بودند. یکی از معروفترین این موارد که به یک مثال تاریخی تبدیل شده ماجرای بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراضهای سال 88 مقامهای قضایی چند ده بازداشتی را به آنجا فرستادند که دست کم سه نفرشان زنده بیرون نیامدند. امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی. بعد از اعتراضهای دی ماه 96 برخی مقامهای دولت و نمایندگان مجلس درباره تکرار تجربه کهریزک ابراز نگرانی می‌کردند. با وجود تکاپویی که به نظر می‌رسید برای جلوگیری از تکرار آن فاجعه وجود دارد، سال 96 عده خیلی بیشتری از بازداشتگاه‌ها جان به در نبردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین درگذشت، وحید حیدری در زندان عراق، آریا روزبهی بابادی در جریان تظاهرات در اهواز مفقود شد و جسدش 11 روز بعد در رود کارون پیدا شد. سارو قهرمانی در سنندج بازداشت شد و 11 روز بعد جنازه اش را به خانواده‌اش تحویل دادند. کیانوش زندی هم در سنندج مفقود شد و 11 روز بعد ماموران مادرش را برای دفن جنازه او در قبری که از پیش آماده شده بود با خود بردند. علی پولادی اهل روستای گویتر از توابع مرزن‌آباد چالوس به زن تیراندازی دستگیر شد و فردایش به خانواده او گفتند برای تحویل گرفتن جنازه مراجعه کنند. شهاب‌الدین ابتهی‌زاده در عراق بازداشت شد و 10 روز بعد جنازه اش جلوی خانه پیدا شد. مریم یا فروزان جعفرپور در تجمع بازداشت شد و بعد جسدش را پس از کالبد شکافی به خانواده اش تحویل دادند. و طالب بساطی که 8 روز پس از بازداشت جسدش را به خانواده اش تحویل دادند. گذشته از دور قبلی اعتراض‌های سراسری، فهرست کسانی که در حبس در ایران درگذشتند فهرستی طولانی است. حالا اطلاعات دقیقی درباره بازداشتی‌های اعتراض‌های هفته گذشته نیست. مقام‌های دانشگاهی هم می‌گویند آمار دقیقی از دانشجوهای بازداشتی ندارند. آن نماینده مجلس هم که 2 سال پیش از توییت‌هایش پیگیر بازداشتی‌ها بود، حالا به نظر می‌رسد خیلی تکاپویی در این مورد ندارد. با چنین سابقه است که هم بستگان افرادی که در جریان اعتراض‌ها مفقود شدند و هم فعالان مدنی و حقوق بشری نگران وضعیت کسانی‌اند که به دست نهادهای مختلف امنیتی و قضایی در ایران بازداشت شده باشند. هادی نیلی، بی بی سی. علی کلایی روزنامه‌نگار از گوتنبرگ سوئد با ما. آقای کلایی در سال 88 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران هم بودند. آقای کلایی، مقام‌ها گفتند که خانواده‌های بازداشت شده‌ها بهتره که به مقام‌های قضایی مراجعه بکنند. شما با این پرونده‌ها مواردی از این دست ارتباط داشتید. از نظر شما چه کار باید صورت بگیره؟ من خدمت شما و بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم. به ابتدا ابراز تسلیت میگم خدمت خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر و امیدوارم که ما و بقیه ایرانیان چه در داخل چه در خارج کشور در قبل خودشون و در شریف بدونن و در کنار خودشون بدونن در پیگیری این مسائل. اما نکاتی رو در گزارشتون مطرح کردید و مقامات قضایی هم همونطور که فرمودید اعلام کردن که از طریق ما پیگیری کنید. بله، خانواده های بازداشتی باید از طریق مراجع قضایی این ماجرا رو پیگیری بکنن، از طریق دادگاه انقلاب این ماجرا رو پیگیری بکنن. اما کار دیگه ای هم که باید انجام بشود اطلاع رسانی در مورد بازداشتی هاست. اینکه عزیزی، برادری، خواهری، پسری، دختری از یه خانواده بازداشت شده، این باید اطلاع رسانی بشه، این باید تکلیفش مشخص بشه، به عنوان بازداشتی ثبت بشه تا رفتار قطعاً در رفتار درون زندان هم در مورد او تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین باید پیگیری بکنن در تجمعات در مقابل دادگاه انقلاب، اعتراض به در واقع رفتن، پیگیری کردن ها، به زندان رفتن ها. به هیچ وجه گوش ندن به اینکه احیانا اگر از در داخل زندان زنگ زدن که شما دست نگه دارید، ما پیگیری میکنیم، ما
نمیدونم اگر ساکت باشید زود آزاد میکنیم، اگر سکوت بکنید باشید. نه، پیگیری بکنید. تجربه از 88 در این 10 سال اخیر، 88 تا 98 در اتفاقات دی 96 نشون داده که پیگیری کردن هاست که جواب میده. بعضی ها همینطور میگن که وقتی مسئله رسانه‌ای میشه، بزرگتر میشه، گویا پرونده پیچیده تر میشه. در این مورد چی فکر میکنید؟ ببینید، این چیزی هستش که حالا من بعضی ها رو نمیدونم بعضی ها چه کدوم بزرگوانان هستن، ولی این ادعا رو بیشتر در واقع مجموعه هایی که نزدیک هستن با حاکمیت مطرح میکنن. کاملا اتفاق برعکسه. بله، وقتی که ماجرا رسانه‌ای میشه ممکنه که یک مقدار سر صدا هم حاکمیت در واقع سر صدا رسانه‌ای هم حاکمیت بکنه، اما برای زندانی اتفاق بهتری میفته. من نام نمیبرم اما چند مورد ذکر میکنم. زندانی بازداشت شده، زیر فشار بوده، وقتی تلویزیون های در واقع جریان اصلی مثل سیدین شما همسال هم این رو نام برده، فشار بر روی زندانی کمتر شده. نفر دیگری بازداشت شده، چند روز خانوادهش اعلام نکردن، زمانی که اعلام شده با یک اتهام عجیب و غریب روبرو شده، در حالی که اگه جلوتر خانوادهش اعلام میکردن در واقع بحثی که میشد دوستانش اگر حرف میزدن این فشار کاهش پیدا میکرد. اتفاقا کاملا برعکسه. کنار زندانی بازجو میایسته، کنار خود من ایستادن در سال 88 و گفتم به خانواده زنگ بزن و بگو مصاحبه نکنن. منم زنگ زدم، بازجوم کنارم وایساده بود، گفتم مصاحبه نکنم، اما خانواده میدونستن که من از چه موضعی دارم این حرف رو میزنم. بنابراین این حرف ها رو در واقع به نظرم نباید گوش داد. در مورد کشته شدگان 96 در گزارش شد، کشته شدگان در زندان های پس از اتفاقات 96 گفتن. بسیاری از این کشته شدگان بعد از اینکه کشته شدن اسامیشون رو در واقع فعالین حقوق بشر متوجه شدن. و اگه قبلترش خانواده ها به اون توصیه هایی که از زندان زنگ می زدن و می گفتن گوش نمی دادن، مسائل رو مطرح می کردن، ماجرا پیگیری می شد. دست کم دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی موظف می شد که نسبت به وضعیت این آدم مشخص که الان خانوادهش داره میگه در زندان پاسخگو باشه و ورود بکنه. به نظر من به این حرفا نباید گوش داد. باید خانواده ها در واقع به هر کانالی که میتونه از طریق فعالین حقوق بشری، خبرنگاران، شبکه های اجتماعی، هر کانالی که میتونه اطلاع رسانی بکنه، بگن که این بنده خدا بازداشت شده. یه گام بعدی پیش وکلا برن، وکلایی که فعال هستن، مشاور حقوقی از اونها بگیرن و با اونها هم در ارتباط باشن. این خانواده حکم بسیار رکن بسیار اساسی در وضعیت یک بازداشتی که در زندان به سر میبره و قطعاً امیدش اینه که خانواده‌اش بگیری دارن میکنن. ممنونم از علی کلایی، روزنامه‌نگار از گوتنبرگ سوئد با ما. 10 روز بعد از آغاز نارمی ها در ایران، انتقادها از سانسور رسانه ها و روزنامه ها ادامه داره. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه به ایجاد محدودیت خبری برای رسانه ها به نام توصیه و برگزاری جلسات توجیهی اعتراض کرده. همزمان فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفته اعضای خانواده های دست کم 12 روزنامه نگار رسانه های فارسی زبان خارج از ایران احضار و تهدید شدند. فرنوش امیرشاهی نگاه کرده به سانسور و فشار بر رسانه ها در جریان اعتراض های اخیر. قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی. این صحبت های حسن روحانی در جمع اهالی رسانه است 3 سال قبل. امنیت امروز برای ما اصل است، اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته می شود و یا حفظ می شود. اما در اعتراض های اخیر دست روزنامه نگاران رسانه ها هم مثل اینترنت بسته بود و تفنگ ها به روی معترضان نشانه رفته بود. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در بیانیه ای از اعمال محدودیت بر رسانه های رسمی به نام توصیه به آنها و برگزاری جلسه های توجیهی خبر داده بود. روزنامه همشهری هم در گزارشی با تیتر رسانه ها خالی از صدای مردم، پوشش خبری 10 روزنامه اصلی در طول 1 هفته اعتراض ها را بررسی کرده و نوشته هیچ کدام از این روزنامه ها عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشتن. اگر تصویری بوده، تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس و بانک و با محوریت اغتشاش و آشوب بود. هیچ خبرنگاری به مناطقی که بیشترین تجمعات رو داشته برای تهیه گزارش نرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جز این، حتی رادیو و تلویزیون رسمی هم چندان مجاز به گزارش آنچه که معترضان میگفتند و میخواستند نبود. در موضوعات حساس، مردم بلافاصله در تلویزیون دنبال اصل خبر میگردند، ولی رسانه ملی گاه مجوز پوشش بلافاصله خبر را ندارد، به خصوص وقتی بوی تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز میدهد. در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی صدای مردم نبودند. حتی طرح‌های کارتونیست‌ها هم مثل این دو مورد به تیغ سانسور گرفتار شدند و سر از شبکه‌های اجتماعی درآوردند. این کارتون هم جایی در روزنامه‌ها نداشت. هرچند در مقابل بعضی روزنامه‌نگاران از نحوه کار رسانه‌ها دفاع کردند. می‌گویند با وجود محدودیت‌های سنگین بر سر رسانه‌ها تلاش کردند سانسور، توقیف و بازداشت را دور بزنند. شاید امکانات نداشتیم و بنیه روزنامه نگاری ما ضعیف بود و البته رد نمی کنیم که شاید خود سانسوری بر ما غلبه کرد، اما منفعل نبودیم. در دل آنقدر کلمه ها و جمله ها را جابجا کردیم و خون دل خوردیم تا باشیم و بنویسیم. اما مدیر مسئول روزنامه شرق نظر دیگری دارد. ما رسانه های داخلی مون رو از در حقیقت هستی ساقط کردیم و از فاضیت انداختیم و بعدم میگیم که خب حالا چرا مردم نظرشون و جهتشون سمت رسانه‌های برون‌مرزیه. سرخط خبرها. در شرایط حبس رسانه‌ها و قطع اینترنت، رسانه‌های خارج از ایران بیشتر دیده شدند، ولی این دیده شدن بی هزینه نبود. So over the past 3 or 4 days we've had طی 3-4 روز اخیر ما دست کم 12 گزارش از بازداشت، بازجویی و تهدید خانواده‌های خبرنگاران ایرانی که برای رسانه‌های فارسی زبان در اروپا کار می‌کنند دریافت کرده‌ایم. از این خبرنگاران خواستند که کارشان را متوقف کنند و درباره ایران گزارش ندهند. البته ما قبلا هم هر از گاهی شاهد برخوردهای اینچنینی بوده ایم، ولی این مورد تازه حاکی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی است. این رفتارها نقض آشکار قوانین کشورهای اروپایی است و دولت‌های این کشورها باید اقدام کنند. اعتراض‌های فراگیر به تدریج جمع شد، اما این بار خبری از فراگیری فعالیت رسانه‌های داخل ایران نبود. حاکمیت با استفاده از تجربه‌های قبلی برای مهار رسانه‌ها شمشیر را از رو بسته بود. با این وجود هیچ کدام از اقدامات محدود کننده خبر را حبس نکرد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. سازمان ملل متحد تایید کرده که یک کارمندش در کابل کشته شده. یک مهاجم به خودروی حامل اون نارنجک پرتاب کرد. 5 نفر از جمله 2 کارمند دیگر سازمان ملل هم زخمی شدند. حمله امروز بعد از هفته‌ها آرامش در کابل رخ داد. کاهش خشونت‌ها و مبادله چند روز پیش زندانی‌های طالبان با 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان گمانه‌زنی درباره اثرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان را بیشتر کرده بود. مذاکراتی که حدود 3 ماه پیش از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متوقف شد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. به نظر می‌رسد آمریکا تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکره با گروه طالبان را آغاز کرده. یک منبع این گروه به بی بی سی گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به قطر رفته، جایی که دفتر سیاسی گروه طالبان در آنجا است و با نمایندگان این گروه صحبت کرده. و گفته این منبع مذاکرات از صفر آغاز نخواهد شد و مواردی که بر سر آن ایالات متحده آمریکا و همچنین گروه طالبان در 9 دور مذاکره 10 ماهه توافق کردن همچنان پا بر جا خواهد ماند. فقط بر سر موارد اختلافی جزئی بحث خواهد شد. از طرف دیگر 2 سناتور ارشد آمریکایی طرحی را تهیه کردند تا روند مذاکرات ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان تحت نظارت مجلس سنا قرار بگیرد. هدف طرح این است که از مذاکراتی پشتیبانی شود که منجر به پایان منازعات در افغانستان شود و همچنین از دستاوردهای 18 ساله افغانستان حمایت شود. در این طرح آمده که 2 ماه بعد از توافقنامه صلح این توافقنامه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و همچنین وزیر خارجه آمریکا اطمینان دهد که به توافقات پایبندی نشان داده شده است. همچنین در این طرح پیشنهادی این 2 سناتور ارشد آمریکایی آمده است که گروه طالبان و شبکه حقانی اطمینان دهند که براستی قطع رابطه با شبکه القاعده کردند.
توافقنامه بین الافغانی عملی شود و همچنین اطمینان داده شود که طرفهای درگیر در افغانستان آتش بس را رعایت کردند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نوید نگهبان، بازیگر شناخته شده ایرانی آمریکایی، در یک سریال تلویزیونی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بازی می‌کند. بودجه این سریال از طرف شبکه تلویزیون دولتی اسرائیل تامین شده. علاوه بر نوید نگهبان، شانتوب دیگر بازیگر ایرانی آمریکایی هم در این سریال نقش دارد. شانتوب چند سال پیش در فیلم مرد آهنی 3 نقش بازی کرد. آقای نگهبان با پروژه‌های متعددی همکاری داره. او در این اواخر در فیلم علاءالدین دیده شد و همینطور قبل از آن در فیلم 12 جنگاور در نقش ژنرال دوستم که به تحولات افغانستان می‌پرداخت. نوید نگهبان الان اینجا در استودیو با ماست. از این سری جدید بگید که داره تولید میشه به اسم تهران فکر میکنم و یک شبکه اسرائیلی هم سرمایه گذارشه و در ایران خیلی رسانه‌ها بهش پرداختن. اول از همه سلام به تمام بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سریال تهران یه سریال سپای تریلر سسپنسفول، ولی داستان زندگی یک دختر ایرانی تبار هستش که توی اسرائیل بزرگ شده و برمیگرده میره ایران و تو این مسیر عشقشو به ایران و عشقشو به یک جوان ایرانی پیدا میکنه. از فیلمنامه‌اش خیلی خوش آمده، فیلمنامه خیلی جالبی هست، شخصیت‌های خیلی پررنگی داره، شخصیت‌ها لایه‌های مختلف دارن و فقط بیشتر نمیتونم برای توضیح بدم متاسفانه. باید صبر بکنیم و ببینیم. در مراحل بسیار ابتدایی ما درک میکنیم. خب البته خیلی هم پرکار بودید شما. فیلم هایی که شما درشون نقش بازی میکنید خیلی وقتا فیلم های سیاسیه. نقش شما در سریال هوملند خب بسیار بیادماندنی بوده. تحولات سیاسی ایران رو امروز این روزها چطور دنبال میکنید؟ چه نگاهی دارید؟ موقعی که این اتفاقات شروع شد من یونان بودم و بیشتر فقط از طریق پیغامایی که دوستا از ایران واسه من میفرستادن، نتفلیکس و اخبارایی که در بهش دسترسی داشتم من راجبش اطلاع پیدا کردم. متاسفم واسه تمام دوستایی که جون خودشون از دست دادن تو این وسط و متاسفم که واقعا متاسفم که دولت ما، رهبرای ما، رئیس جمهور ما حتی اجازه داد که با مردم ما به این صورت رفتار بشه. من خودم به شخصه فکر میکنم که ببین دولت باید برای مردم، برای رفاه مردم کار بکنه، نه رفاه برای دولت، نه مردم برای رفاه دولت. و متاسفانه یه چیزی این وسط چه میدونم فکر میکنم گمگور شده. یادم میاد موقع که اگه زیاد حرف میزنم به من بگو ساکت باشم. یادم میاد موقع که دبیرستان میرفتم که کتاب نهج البلاغه رو باید میخوندم، بعد یه پسش هستش که حضرت علی تو کتاب نهج البلاغه نوشته که اگر یک حکومت اسلامی درش مردمش بهشون صدمه وارد میشه و احساس ذلیل بودن دارن، به این دلیله که به سه دلیل میتونه باشه. یکی اینکه یا قوانین اسلامی رو حکومت دقیقا درست نفهمیده که چجوری باید انجام بده. دلیل دومش میتونه این باشه که زیر دستان کسایی هستن که از این وسط دارن میدوزن، شارلاتان هستن. و دلیل سومش میتونه باشه که شاید رهبر واقعا اونجوری که باید، شاید اون قدرتی که باید شاید نداره که مردمش اینجوری در رفاه نیستن. و این تعبیر جالبیه. و این چون نهج البلاغه هستش، این سخنهای حضرت علی هستش و من چیزی که فکر میکنم اینه که واقعا چطور میتونیم حضرت علی و تمام امامایی که ما داشتیم تمامشون
سعی کردن با کمترین چیزی که دارن زندگی بکنن. حضرت علی غذای خودشو میبرد میذاش پشت در خونه مردم دیگرون، مردم که بتونن اونا مردم بی بضاعت که غذا داشته باشن. چطوری رهبرای ما و دولت ما واقعا خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، فضا و باغ و اینجور چیزا و مردم ما واقعا واسه یه دونه مرغ موندن؟ چرا ما این همه امکانات داریم، این همه کشور اینقدر ثروت داره ولی هنوز که هنوز مردم ما، من از یونان برگشتم و اونجا تمام بچه های پناهنده رو من دیدم و واقعا دل من به درد آمد که بچه های ما توی پارک میخوابن. بسیار خوب. خب برگردیم به دنیای هنر. این روزا خیلی خیلی فعالی و من میدونم که با پروژه های متعددی کار میکنی، غیر از البته پروژه تهران که گفتی نمیخوای دربارش صحبت بکنی، کمی در مورد اونها بگو. چند تا پروژه هستش که الان دارم روش این کار میکنم. یکی هستش Cash for Gold که یه فیلم کوتاه بود که ما درست کردیم و این فیلم بین 2500 تا فیلم از طریق NBC Universal توی برنامه دایورسیتیشون اکران شدش که الان اون فیلم رو عموس حسن یه پرودوسری هستش که الان داره واسه همون تولید میکنه. یه پروژه دیگه هستش به اسم Asher's Command که یک بر مبنای یک نمایشنامه هستش که من سال 2004 نمایشنامه رو کارگردانی کردم و الان دارم تبدیلش میکنم به یه شو تلویزیونی راجع به اتفاقاتی که توی دهه 80 توی وست بانک افتاده و داستان یک مرد عرب هستش که حکم پدر رو پیدا میکنه واسه یک جوون یهودی که بعداً اون جوون یهودی کماندر وست بانک میشه، یعنی میشه فرمانده کرانه غربی. آره، فرمانده در اراضی فلسطین. دقیقاً. و چجوری رابطه اینا از بین میره و میشکنه به خاطر پلیتیکی که وجود داره اونجا و این بر مبنای اتفاقات واقعیه که اونجا افتاده. نویسنده‌ای بوده که رفته همه اینا رو باهاش مصاحبه کرده و من واقعاً این واسه من خیلی جالب بود که چطور اگه ما همه این اسم و نسب و رسم و مملکت رو همه رو بذاریم کنار، درونمون چقدر هممون با همدیگه شبیهیم و اون عشق و علاقه وجود داره. به قول شما هالیوودا، واو. خیلی ممنون، وقتمون خیلی کمه، وقتمون تموم شد همینجا، ولی در یک برنامه دیگه در یک فرصت دیگه حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله جان شما فدا بشم قربانتون. خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم از شما بیننده هایی که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.